به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای، خداوند کیهان و گردون سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. فردوسی در حقیقت شاهنامه را به عنوان یک تراژدی نوشت، نه فرهنگ برین ایرانی. از دردهای جامعه ما نوشت. امروز هم ما میبینیم که اون شیوه حاکمیت در جامعه ما با همون نگاه و با همون در حقیقت بساط مورد توجه قرار میگیره. برای ما بیگانه نیست. میگیم یک دفعه یک پادشاه صلاحیت دار به خاطر صلاحیت فردی آمد در جامعه حکومت کرد، چون شخصا انسان برجسته و دارای صلاحیت بود، به خاطر این صلاحیت فردی تونست حاکمیت جامعه رو بر عهده بگیره. حالا مثلا میبینیم که مرداس پدر ضحاک یک انسانی است، ستروده میشه توسط فردوسی به بسیاری ارزش ها، به عبادت، به تقوا، به نیکوکاری، و پسرش ضحاک یک چنین انسان بدگوهر در میاد. حالا این پسر هم از ابتدا که بدگوهر نیست، بدگوهری اون را فردوسی نسبت میدهد به ناپاکی نطفه او، یعنی در حقیقت از چنین پدر نیک‌کرداری اگر چنین فرزند ناپاکی به دنیا آمد، باید شک کرد به نطفه او. ببینید نوع نگرش به حاکمیت با نوع نگرش به فرد، خصوصیات فردی کاملا یکی دانسته میشه، یک جور میشه. اینجاست که هیچ گونه برجستگی رو ما در تاریخ ایرانیان نمیبینیم، فقط سرشکستگی، فقط تشکستگی، هیچ بالندگی به حساب نمیاد. درست یک شخص بر اساس یک سری صلاحیت ها حاکم میشه، اما شخص اصول نیست، سیستم نیست. باید در یک جامعه که تعالی، ترقی، پایداری هست، باید بتونیم بر یک اصول ثابت و اصول قابل اعتنا اشاره بکنیم که اون اصول، اصول پایداری هستن که همیشه خواهند بود، ربطی به وجود حاکم نداره. هر کس حاکم باشه میاد و به هر حال با اون اصول کار خودشو میکنه، یا اگر ضعف داشت یه حاکم دیگری میاد اون اصولی که وجود داره اون اصول رو رعایت میکنه و جریان رشد و تعالی جامعه همچنان معمول میشه. جامعه مدنی همینه. در جامعه مدنی صلاحیت فردی حاکم چندان اولویت نداره. در جامعه مدنی اصولی در جامعه حاکم است که اون اصول حاکمیت رو میسازه. سیستمی است که اون سیستم در حقیقت یک نفر رو میاره رو کار. اون شخص که حاکم هست آنچنان برجستگی نداره که همه چیز وجود او باشه. وقتی خواستیم مثلا اوضاع رو عوض بکنیم حاکمیت رو سرنگون کنیم. وقتی حاکمیت سرنگون شد اوضاع درست بشه. هیچ وقت در ایران با سرنگونی حاکمیت اوضاع ایران درست نشده. در طول تاریخ همیشه حاکمیت ها تهدید شدن، تا زمانی که شاه لشکری داشته و قدرتی داشته پایدار بوده، هرگاه لشکر قدرتش سستی پیدا کرده تهدید شده، مثل همین جمشید که شما میبینید تا زمانی که قدرتی دارد و لشکری دارد و به هر حال با لشکریانش راه میاد بر سر حاکمیت، وقتی که دیگه خود رو خدایی میداند و نمیتونه با لشکریان خودش راه بیاد، با اونها احساس سختی میکنن، حکومت ضعیف میشه و حاکم زمین میخوره. یک دفعه عربی میاد داخل ایران حکومت میکنه. همیشه ایران همینطوری بوده. شاهنامه که یک گزارشی از شاهان ایرانی شما خواهید دید که مرتب حاکمیت کلاس اولی بود. چرا؟ هیچ وقت اصول نبوده که سیستم پیشین به کار گرفته بشه در جهت تکمیل شدن. هنوزم که هنوز جامعه ما نه در حقیقت به عنوان حاکمیت کلی کشور، بلکه حاکمیت هایی که
در حقیقت منطقه است، اداره، استان، نمیدونم یک منطقه، یک استاندار میره، استاندار دیگه میاد، در حقیقت تمام سیستم رو از نو شروع میکنه، چون اصول استاندار نیاده، شخص اونجا مطرح میده. چون یک شخص به عنوان یک استاندار موفق مطرح بوده، به هر حال یه استانداری دیگه میاد، سلیقه اون رو نمیپسنده، اون رو میذاره کنار، خودش از اول شروع میکنه، به عنوان یک کلاس اول در استانداری کاری رو انجام میده. بعد این هم یه مدت کاراش انجام میده و نوبتش تمام میشه، شخص دیگری میخواد بیاد، میاد به هر حال اون رو به هم میز، دوباره از اول شروع میکنه. یعنی همیشه اینها در کلاس اول نشستن، هیچ وقت جریان ها به صورت یک سیستم در نمیاد که آدم ها به تبعیت از یک سیستم بیان کارها رو رشد بدن و خودشون در حقیقت اونجا نقششون رو در قالب اون اصول و زیر اون سیستم پیش ببرن. هیچ وقت در ایران چنین چیزی نبوده. حکومت غزنویان تمام عمرشون جنگ بود، تمام عمرشون جنگ بود، لشکریانشون گرسنه میشدن، اول حمله میبودن به هند و نمیدونم به کجا و کجا، بعد گنج به هر حال ذخیره میکردن. گنج رو برای چی میآوردن؟ واقعا سعادت ملت ایران رو میطلبیدن یا شکم لشکریان خودشون رو سیر میکردن؟ اون زمانی که سلطان محمود غزنوی گنج اندوزی میکنند، میرود از هند و جاهای دیگر کشورهای اطراف غارتگری میکنند، واقعا به فکر ملتشه یا به فکر لشکرشه که جزو در حقیقت فقر شاهی به حساب میاد؟ فقط به فقر شاهی میپردازه که بر جامعه حاکمیت کنه؟ همه اینها اعتبار شاهنشاهی ایرانه، نه ترقی ملت. هیچ وقت جامعه ایران فرصت ترقی نداشته. حد اکثر پادشاه وقتی میخواست بر مردم خدمت بکنه، گاو میداده که اینها بیدوشن فقط. هیچ خلاقیتی نبود. که در این داستان ضحاک میبینیم که اینها وقتی میان ایران، مردم ایران رجوع میکنن و رو میارن به مرداس، رو میکنن به ضحاک، به خاطر اینکه او گاو دوشا داشته. یعنی اینها میتونستن برن حیوانات بسیاری که اون داشت آنها را بیدوشن رو بخورن، بدوشن رو بخورن. هیچ وقت مسیر خلاقیت در جامعه ایرانی در شاهنامه مطرح نیست. حتی اکثر یک نفر خلاقه و شگرد داره و شگرد او هم او را به حاکمیت سیاسی منتقل میکنه، اونم شاه. شاه دارای شگردیست که او را به حاکمیت تبدیل میکنه و در نهایت به قدرت مطلقه می انجامید. وقتی به قدرت مطلقه انجامید، قدرت مطلقه فساد رو لازم داره. مثلا شما نمیتونید جز حوزه الهی، جز حوزه خدا در حقیقت قدرت را مطلقه بپندارید، فساد نیاره. مثلا قدرت مطلقه خودش اختزایی داره که در اختیار ما نیست. یعنی قدرت وقت مطلق شد، شخص نقشی ایفا نمی‌کنه، قدرت است که نقشی ایفا می‌کنه. یعنی محض قدرت شخص را هم زیر سلطه خودش می‌کنه. اینجاست که همیشه در حاکمیت‌های ایرانی قدرت مطلقه بوده در حوزه فردی. برای همین است که هنوزم که هنوزه ما کار گروهی نمی‌دونیم. هر کدام از ما می‌تونیم یک پهلوانی باشیم به عنوان یک فرد، اما هیچ وقت نمی‌تونیم یک مجموعه موفق به حساب بیاریم، یک تشکیلات، یک حزب موفق حساب بیاد. همیشه تعریف ها و تمجید های ما در ادبیات، در ادبیات ایرانی، تمجید های فردی است. فلان شخص ستوده میشه، فلان انسان به عنوان یک انسان برجسته مورد ستایش قرار میگیره. هیچ وقت سیستم مورد توجه نیست. در غرب چنین نبوده. پادشاهی فقط در ایران نبود، در کشورهای مغرب زمین هم برها پیشترها پادشاهی بوده. ولی پادشاهی کشورهای مغرب زمین به خاطر وجود اشراف که در اون حوزه حاکمیت وجود داشتن، نتونست هیچ وقت مطلقه بشه. یعنی بعضی اشراف، عده‌ای از اشراف در حکومت به قدری صاحب موقعیت بودن که حاکمیت نتونسته همه قدرت رو مال خودش بکنه، وجود اونها مطرح بود. از بنای حکومت در کشورهای اروپایی و غربی طور کلی حاکمیت مطلقه شکل نگرفت.
هرگاه خواستن که حاکمیت تشکیل بدن، وجود اشراف و زبدگانی غیر از حاکم در بدنه جامعه مطرح بودن که نذاشته حاکمیت مطلق باشه، که هر چه شاه بکنه همون بشه، هر چه حاکم اراده بکنه همون بشه. لذا همیشه کارها به رأی عمومی، اگر رأی عمومی نه، به رأی عده‌ای از اشراف نهاده شده، یعنی یک شخص تصمیم گیرنده نبوده. تصمیمات نظام حکومتی اگر به عموم مردم واگذار نشده، به تعدادی از بدنه جامعه که زبدگان جامعه به حساب میمدن ارجاع میشده که اونها هم نظرات خودشون رو و به هر حال تصمیمات خودشون رو دخیل بکنن در تصمیم حاکمی. هیچ وقت جامعه قبلی حکومت مطلقه رو تجربه نکرد. اما در جامعه ایرانی هیچ وقت حکومت غیر مطلقه نشده، یعنی همیشه حکومت غیر پارلمانی بود. پارلمان که در حقیقت رأی مردم رو می‌طلبه، سیستم ایجاد میکنه، قانون درست میکنه، قانون خودجوش از میانه مردم، قوانین باید واقعا از طبیعت مردم، از نوع زندگی مردم بجوشه و بیاد بالا. جامعه مدنی اینجوری شکل میگیره که قوانین و مقررات اجتماعی از بدنه جامعه در حقیقت تولید میشه و در حقیقت حاکمیت اون رو اجرا میکنه، حاکم میشه کارگزار مردم. قانون از جان جامعه و از متن اجتماع تولید میشه، توسط پارلمان در حقیقت شکل میگیره، پارلمانی که مبتنی بر رأی عمومی است، بعد حاکمیت اون قوانین رو اجرا میکنه، اصلا دستی به درازا نداره. یعنی یکی از مشکلات حاکمیت فعلی ایران هم همینه، اینا میخوان دستی درازتر از قانون داشته باشه. خیلی سخته که مثلا حاکمیت خود گردن خودش رو زیر قوانینی که ملت درست میکنن فرو بیاره. این مثلا خیلی گرانه، در طول تاریخ ایران گران بوده، هنوز هم عقبات اون قضیه به چشم میخوره. هیچ وقت شاه زیر بار ملت نمیرفته. ملت و پادشاهی جمشید، شما نگاه کنید ببینید که وقتی جمشید پادشاه شد، همه به زیر فرمان اومدن، حتی دیو و دد، حتی دیو و دد به فرمان اومدن. هیچ کس نبود که از جمشید تبعیت نکنه، فرمان نبره. میگه گرانمایه جمشید فرزند او، کمر بست او، دل پر از پند او، برآمد بر آن تخت فرخ پدر، به رسم کیان بر سرش تاج و زر. درست سلسله میراثی شکل پیدا میکنه. کمر بست با فر شاهنشهی، جهان گشت سر تا سر او را رهی. این تعریف پادشاه است، یعنی همه جهان تابع او شد. یک شخص میاد تمام جهان به تبعیت او در میاد. میگه زمانه براسود از داوری، به فرمان او دیو و مرغ و پری. حتی دیو، مرغ، پری، همه اینا میان زیر فرمان شاه. یعنی حکومت آنچنان مطلقه میشه که مرغ و پری هم تحت فرمان او قرار میگیره، گاو و ماهی و همه اینها زیر فرمان او میره. این مطلقه بودن حاکمیت رو بیان میکنه. همیشه پادشاهان فرمان روای مطلق جامعه بودن و جامعه هیچ نقشی نداشت. او بود که هر کاری میکرد، هرچه آن خسرو کند شیرین کند. یعنی همه شیرینی بود، هر رفتاری که او میکرد از همون بود، معیار و میراد همون بود. حالا قدرت وقتی در وجود یک تمرکز پیدا کرد، خب ابلیس هم پیدا میشه. در قدرت مطلقه نقش شیطان بسیار زیاد تأثیر داره. شیطان میاد با آدم بازی میکنه، هر روز آدم رو به یه شکلی در میاره. ما دیدیم که ضحاک تمام زندگیش با ابلیس، ابلیس در شکل‌های مختلف بر ضحاک میدرخش. اول میگه پدرت رو بکش، او را وادار میکنه که پدر خودش رو میکشه، بعد شروع میکنه به او گوشت خوردن رو یاد میده. حالا بعضی ها معتقدن که از همون زمان ابلیس گوشتخواری رو به انسان آورده. انسان هیچ وقت گوشتخوار نبوده. اولین بار ابلیس از مرغ و نمیدونم ماهی و
حیوانات در مطبخ غذا درست کرد و این بر ضحاک خوش آمد. مرتب شاه با این شگرد در حقیقت ابلیس با گوشت خارگی بیرحم شد. یعنی فردوسی شاید اشاره داشته باشه به این که خوردن گوشت اون قساوت دل رو ایجاد میکنه. میگه به خونش به پرور بر سان شیر، به خونش به پرور بر سان شیر، بدان تا کند پادشاه را دلیر. میگه یک سر خون بهش داد خورد، گوشت بهش داد خورد، حیوان کشت، او خورد تا پادشاه دلیر باشه. بعضی میخوان از این مطلب نتیجه بگیرن که اولین بار گوشتخواری توسط ابلیس در دوران ضحاک شروع شد و انسانی که در بیرون از این فضا دل مرحم و در حقیقت دل عطوفی داشت با خون خوردن، با گوشت خوردن، با خوردن وجود حیوان دیگر، کشتن حیوان دیگر و خوردن خون او، دلش به قساوت نشست. ضحاک که مار از گوشش میزنه بیرون، از گوشخارگی و از بعض معلمه های دیگری است که ابلیس درش وجود میاره که مهمترینش اون آشپزخانش. اولین آشپزخانه رو نسبت میدم به ضحاک که ابلیس بنا، یعنی اولین آشپز شیطان بوده و غذاهای مطبوع و خوشتمی را درست کرده تا ضحاک از این غذاها خرسند و خوشنود شده و قساوت دل گرفته. با اون قساوت دل بعداً شاکلی بعدی ضحاک شکل گرفته است. وقتی که ابلیس سالا خواهیم خوند بوسی میزنن بر کتف ضحاک، وجود و حاملی رویده شدن اون مارها هست. اصلا پدید آمدن مار از دوش ضحاک نشان دهنده تمرکز و قدرت که هر نوعی تو ظهور بکنه. قدرت وقتی در یک جا اجتماع پیدا کرد و مطلق شد، هر شکل میتونه تظاهر پیدا بکنه. یک گونش ظهور اون ماری است که از دوش ضحاک پدید، هزار گونه دیگر دارد و این نماد تظاهر و قدرت در صورت ماری که مغز مردم را باید بخورد. این یک سمبوله. اصل این است که هر جا قدرت تمرکز پیدا کرد، دو مار از دوش طرف بیرون هست، یعنی مغز مردم همیشه تهدید میشه. در ارتکاز قدرت و مطلق بودن قدرت، مغزها همیشه تهدید میشه. انسان همیشه باید بترسد. این که آدم آدم خوبی یا آدم بدیه، این خیلی اولویت نداره. چون آدم چه خوب باشه چه بد باشه، اینجا دیگه آدم نیست حکومت میکنه. قدرت وقتی تمرکز پیدا کرد، تعریف خودش داره. یعنی خود قدرت هست که حاکمیت میکنه. قدرت صد گون شگرد ایجاد میکنه که یک گونش برآمدن مار از کتف و آمیختن با ابلیس. قدرت در تمرکز خودش اگر خدا نباشد ابلیس هست. قدرت در ارتکاز خودش اگر خدا نباشد باید ابلیسی رو کنه، چون قدرت نمیتونه ساکت باشه. قدرت تعادل نمیشناسه در اجتماع خودش. وقتی توزیع میشه در یک جامعه، اونجا دیگه تمرکز نداره. هر کس به سهم خودش قدرتی داره که به تعادل میانجامه. اما اگر این قدرت از توزیع و تعادل عمومی تمرکز پیدا کرد در یک وجود، در یک پدیده انسانی یا در یک موقعیت و عنوان حقوقی، برپا در اونجا مار میزنه بیرون ازش. در اونجا صد گون شگرد تهدید کننده تولید میکنه. اونجا آمیزش با ابلیس لازمه یه تمرکز و قدرت، چون در حوزه زندگی انسانی قدرت نمیتونه با خدا در آمیزه. انسان معمولاً میخواد توی طبیعت و زمین و خاک و در حوزه حکومت انسانی
تضاد پیدا بکنه، بنابراین ابلیس این قلمرو رو تصرف کرده است. وقتی قدرت متمرکز شد با ابلیس در میآمیزد، اصلا نمیتونه قدرت متمرکز بدون آمیزش با ابلیس قلمرو پیدا بکنه. مخاطب اینکه شیطان هم از لوازم تمرکز قدرت است، ابلیس هم از لوازم در حقیقت مطلقه بودن حاکمیت پادشاه است. هرگاه حاکمیت به مطلقه بودن رسید، اصلا هم مار به دوشی هم ابلیسی ضرورت این حکومت که پادشاهان ایرانی در طول تاریخ این رو نشان داده، یعنی همیشه رفتارهای شیطانی داشته. ببینید همه حاکمان طرفداران دین هم بودن. چرا؟ این کار شیطانیه. حاکمیت های سیاسی این تاریخ ایران با دین آمیختگی نداشته. هیچ پادشاهی به قصد توجه به دیانت، به قصد رغبت به دیانت حاکمیت نمی کنه. اما چون میبینی که در روح جامعه خداپرستی و اعتقاد به ماوراء طبیعت وجود داره، حاکم سعی میکنه که این را هم تصرف کنه. دیگر هیچ کس به جای دیگه رجوع نکنه جز حاکمیت، هم در امور دینی. یعنی آن حاکمیتی که تمام قدرت سیاسی و تمام قدرت روحانی رو در خود جمع بکند، برای فساد آمادگی بیشتری، برای تخریب، برای مار به دوشی آمادگی بیشتری داره. هرگاه جمشید همین کار رو کرد، یعنی دین و سیاست رو با هم آمیخت، دین و سیاست در دوران جمشید با هم آشتی کردن. قبل از جمشید حاکمیت سیاسی به شاه مربوط بود و حاکمیت روحانی به موبدان مربوط. جمشید گفت که من هم شهریارم هم موبد، خود رو هم شهریار و هم موبد نامید. منم گفت با فرقی ایزدی، همم شهریاری همم موبدی. این فتنه ای بود که جمشید به عالم داد. دید که مردم اگر حاکم فساد بکنه و مردم سطوبیان، یه جایی دارن که رجوع کنن، اونجا اونجا رو کنسل کرد. یعنی حاکمیت روحانی و هم به خودش اختصاص داد. رضا حاکمیت سیاسی و حاکمیت روحانی در زمان جمشید با هم در آمد. آمیزش حاکمیت روحانی و حاکمیت سیاسی در زمان جمشید باعث شد که مردم یک دست زیر قدرت مطلقه قرار بگیرند. شاید این بساط جمشید حکومت رو برای ضحاک آماده کرد. ضحاک شاید وارث اون شرایطی شد که جمشید درست کرده بود. وقتی ضحاک آمد، دیگه حاکمیت روحانی و حاکمیت سیاسی مجموع شده بود. درست در میان مردم فتنه برانگیخته میشه و بسیار دردناکی که هرگاه افرادی از بدنه جامعه بخوان فتنه گری بکنن، حاکمیت تهدید میشه. وقتی حاکمیت از جنبش‌های خلق تهدید میشه، حاکمیت مجبور برای حفظ موقعیت خودش مردم ستیزی بکنه. در تاریخ ایران همیشه بوده. چرا که حاکمیت مبتنی بر اصول مدنیت نیست. چون بر اصول مدنیت مبتنی نیست، شکست شخص حاکم شکست نظام. بنابراین اون شخص حاکم مجبوره که شورش های اجتماعی رو سرکوب کنه، یعنی هر گونه حرکت های سیاسی مردمی رو تهدید بکنه. این طبیعیه. اصلا نمیتونه یک حاکمیت بگید من با سیاست موافقم، سیاست اجتماعی موافقم، ولی حاکمیت و قدرت مطلق در نزد من. این اصلا حرف متعارضیه، حرف درستی نمیتونه باشه. حاکمیت وقتی مطلق شد، نمیتونه بدنه مردم جنبشی داشته باشه. در بدنه مردم هرگاه جنبشی پیدا شد، حاکمیت رو تهدید میکنه در این موقعیت، چون اصلا مردم نقشی در این بنا ندارن،
یعنی اصول نیست که بدنه جامعه هم نقشی در مدنیت داشته باشه. در جامعه مدنی مردم طرفدار قوانین هستن، ها قانون رو رعایت کن، قانون این است، قانون از ما برخواسته، از دل ما جوشیده، تو حاکم باید در حقیقت این قوانین رو اجرا بکنی و کارگزار باشی. ولی هنوز هم که هنوز شما تو جامعه ما از اسلاف ما همچنین مونده، از حکومت‌های چند هزار سال پیش مونده، شما اگر مراجعه کنید به یک اداره، اون شخصی که کارگزار شماست، یعنی از مالیات اجتماعی و نمیدونم از همین جامعه، از حقوق شما حقوقش تامین میشه، باید مثلا کارگزار شما باشه، خودش رو برتر میبینه، یعنی شما رو به عنوان فرد فروده است، ارباب رجوع رو یک آدم مثلا خیلی مزاحم میشناسه، ارباب رجوع رو ولی نعمت خودش نمیدونه، ارباب رجوع رو فکر نمیکنه که همین ارباب رجوعش حقوق میدن اونجا نشسته طرف، اینطوری نمیشناسه. این همون نظامی است که فردوسی از اون نظام گزارش میکنه. و عجیب است که بعد از هزار سال از گزاره فردوسی هیچ تغییر پیدا نکرده. یک دربان، یک اداره هم برای خودش مزیت نسبت به دیگران قائل است، یعنی اجازه به هر حال خودش رو برتر میدونه، نه مبسط، نه مکرر، نه تحت مقررات. اگر هم ظاهرا تحت مقررات و مکلف به حسابیات بیشتر می که من اینجا کاری هم، تو چی کاری؟ تو مال بیرونی، من مال اینجا، من اینجا رئیسم، تو کسی نیستی، همه آدم ها رئیسم در جای خودشون. مرعوسین و ارباب رجوع موقعیت خوبی ندارن در هیچ اداره، یعنی شما هر اداره رجوع کنید اولین کاری که بهتون میشه توقیف است، یعنی شما هم پول بدید آدم استخدام بکنید اونجا به عنوان کارگزاران شما کار بکنن، هم به محض ورود به شما توقیف. این نظام سیاسی هزار چند هزار سالی ایرانی که همچنان بی نوسان پیش آمده است و هیچ تغییر پیدا نکرده، باید بگیم که اون کودنی و کرختی در جامعه ایرانی همچنان بوده که هیچ گزارش جدیدی نداریم که مزیت داشته باشه در گزارش فردوسی هزار سال پیش، هیچ گزارش تازه‌ای نداریم که به اون گزارش چند هزار سال پیش به چربه تحمورست چنان کرد و بوشن چنان کرد و سخاب چنان بود، اینا به فکاهیت باید تبدیل شده باشه، به خاطر اینکه جامعه رشد کرده دیگه، حاکمیت حاکمیت مدنی است، یعنی مبتنی است بر پایگاه های اجتماعی، مبتنی است بر اصول و مبانی که سیستم جامعه رو درست میکنه. ما باید امروز این رو بتونیم بیان بکنیم. متاسفانه هیچ حرف تازهی برای گفتن نداره، یعنی اگر ما بخواییم دوباره حاکمیت بسازیم، جمشید رو بیاریم کار. هنوز هم که هنوز بعضی شارحین شاهنامه که میان شاهنامه رو به شرح میدن، سعی کنن افتخار بکنن بر فرهنگ ایرانی که ایران چنین بوده و چنان بوده. در حقیقت به عنوان یک فرهنگ برجسته و بلند و اعتبار ایرانی از شاهنامه یاد کنن. و بعد بگه که بعد از هزار سال هنوز هم که هنوز همان است، در همان است که بودیم و همون خواهد شد. کجا از فرهنگ ایرانی خبره؟ کجا ملت اینجا نقشی داره؟ تمام حاکمیت ها دارن بازی میکنن، حاکمیت های سپاهیگری مبتنی بر ارتش. وقتی حاکمیت مبتنی بر ارتش باشه، مردم فقط وظیفه‌شون اینه که آرام بگیرن، بترسن، جای خودشون بنشینن، نقش نمیتونن ایفا بکنن. ارتش یا به غارت یا در حقیقت به اکراه تحت قوانین خاص از مردم اعتبار میگیره، حقوق میگیره، بعد از حاکمیت دفاع میکنه، از حاکمیت دفاع میکنه. حاکمیت اجتماعی در حقیقت مبتنی است بر وجود یک فرد با لشکریان خودش، و لشکریانش هم عجیبه که باید مردم تامین کنن، یعنی بدنه جامعه از در حقوقی مالی اونها رو باید تامین بکنه، اونها مبتنی بر خویشتن بر مردم حاکمیت کنن، نه کارگزار قوانین برخواسته از طبع جامعه، از روح جامعه، جوشیده از متن جامعه باشن. این رو
ما همچنان میبینیم هست. ما میتونیم ستایش کنیم بعضی برجستگی های فردی را در تاریخ ایران در شاهنامه، اما نمیتونیم این را یک سیستم برجسته، یک سیستم درست به حساب بیاریم. شکل حاکمیت های اروپایی، شکل حاکمیت هاشون چه به قهر و اکراه و چه به اختیار، هرچی که بوده بر پایه توفیق و روزافزونی توفیق شکل گرفته، چرا که اول حکومت های اروپایی با وجود بعضی برجستگان بدنه جامعه نتونسته که مطلق باشه. همین که نتونسته مطلق باشه، مجبور بوده در هر تصمیم گیری بگه با مردم هستن. فلان شهر همه مردم نیستن، تعدادی از برجستگان جامعه هستن که من نمیتونم تنها هر کاری دلم خواست بکنم. یک اوتادی در جامعه وجود دارن که اینها میخای جامعه هستن. من اگه بخوام تنها تصمیم گیری بکنم، باید با قبیله های اینها بجنگم. یکی از جریاناتی که در ایران شکل گرفت یه زمانی بعد از شکست ایران از روس‌ها، تجدد و گرایش به پارلمان بود. خواستن که آزادی رو در میان مردم توضیح کنن، پارلمان تو شکل دادن، مجلس وجود اومد که قوانین درست بکنه و حاکمیت کارگزار قوانین باشه. خب الفبای تجربه ایرانیان از حاکمیت جدید و شکل جدید حکومتی است، مسلمه که نمیتونه در همون پایه اول همه چیز به راه باشه. یه دفعه حکومت‌های ملوک طوائفی بیشوند، دیدن که مثلا قدرت و سلطه شاهی به عنوان یک فرد سست شد، آمدن در این مقام حکومت‌های قبیله‌ای تشکیل دادن. هر دهی برای خودش شد حاکمیت. حاکمیت ها به قدر متفرق شد که ایران داشت از یک پارچگی پاشیده می شد، متفرق شده بود. وقتی که رضا شاه اومد برای حاکمیت ایران، مردم داشتن می پرستیدن، نه حرفی که مردم نمی خواستن، مردم می پرستیدن. برای این می پرستیدن که می خواست یک پارچه کنه ایران، یعنی از حکومت قبیله‌ای و ملوک طوائفی ایران را بیاره بیرون. خیلی روشن فکران هم از حکومت رضا شاه دفاع کردن، خیلی از ملایان هم دفاع کردن، بعضی از آدم های آگاه و شخصیت های برجسته بودن که حاضر نبودن این مسئله را بپذیرن. از میان متدینین جامعه، روحانیت جامعه، از بدنه جامعه، اغلب میدیدن که وقتی ایران قطع شده و ملوک طوائفی در ایران داره حاکمیت پیدا میکنه، اغلب بر زورمند بودن و قدرتمند بودن رضا شاه میبالیدن و قدرتمند بودن و زورمند بودن و بیرحمی او در جامعه میتونست آدمها رو بترسانه، همه بیان در حقیقت از اون حاکمیت های منطقه‌ای و قبیله‌ای خودشون دست بکشن، از حاکمیت های منطقه‌ای خودشون دست بکشن، برگردن به یک حکومت واحد، یعنی همون حکومت مطلق. مردم ایران از ترس قطعه شدن تمامیت ارضی ایران به حکومت مطلقه رضا شاه رأی دادن عملا، یعنی با یک شگرد این رو شک دادن، پشتیبانی کردن از این قضیه که این حاکمیت بر رقبه مردم نشست که 50 سال بعد از رضا شاه، بعد از شکل اون حاکمیت 50 سال اون حکومت مطلق ادامه پیدا کرد. انواع تشریفات شاهنشاهی دوران رضا شاه و پسرش نماینگر حکومت مطلق در جامعه بود که مردم از ترس در حقیقت متلاشی شدن تمامیت ارضی ایران، حتی بعد از اون فاجعه حمله روس نخواستن دموکراسی رو تجربه کنن، نتونستن، چون ابتداعا این پاشیدگی ها وجود داشت، این تخریب ها وجود داشت، نتونستن با سختی مواجه بشن، چون عادت کرده بودن که پادشاهان برای مردم رخوت و آسانی بیارن،
رکاب ایجاد بکنن، نه بساط تولید، نه بساط صنعت، نه بساط خلاقیت. همون گاوگوشای مرداس هست که باید بیاد مردم اون گاوها رو بدوشن و سناگوی حاکمیت باشن. این دوشیدن شیرهای گاوهای مرداس شبیه هست به همین اندیشه‌ای که میگفتن که ما ایرانیان به قدر نفت داریم که باید بشکه بشکه نفتا رو بیارن در خونه ما یا پول نفت رو برای ما بیارن. هیچ تغییر پیدا نکرده، فقط شیر گاوهای مرداس تبدیل شده به شیر نفت و پول نفت. همون جلیان رو همچنان ادامه پیدا می‌کنه. خب من بخونم از روی شاهنامه، گرچه شرق و بست اون به زمان خودمون خیلی مسئله است، چون امروز از شاهنامه به افراط سخن زیاد گفته میشه و به بیراه زیاد میرن. برجسته ترین کسانی که حول شاهنامه فردوس هم میگن بیشتر در حوزه تعصبات خاص، یک سری حس ملی سعی میکنن که مدعی کنن تا تراژدی که از تاریخ ایران ما در شاهنامه داریم. چو ابلیس پیوسته دیدان سخن، یکی بند بد را نو افکند بن. بدو گفت گر سوی من تافتی، ز گیتی همه کام دل یافتی. اگر همچنین نیز پیمان کنیم، نپیچی ز گفتار رو فرمان کنیم. جهان سر به سر پادشاهی تو راست، دد و مردم و مرغ و ماهی تو راست. ببین ابلیس حکومت مطلقه رو به ضحاک وجده میده، میگه اگر از من فرمان ببری حکومت مطلق خواهد شد و قدرت متمرکز خواهد شد، دیو و ماهی و مرغ و همه از تو، انسان و مردم همه از تو تبعیت خواهند کرد. یعنی تمام کنایات عمومی در شاهنامه هست همین است. ضحاک واقعا یک پدیده جهان است. ضحاک اژدهافش که مار از شانه‌هاش میاد بیرون مغز میخوره. بهترین نماینده دیکتاتوری در جهان تمثل ضحاک، به قدری قشنگ پرورده، به قدری عالی پرداخته داستان ضحاک رو، آدم احساس میکنه که به هر کجای دنیا برود این تمثیل عالی‌ترین تمثیل است که یک نفر اول شیطان شانه‌هاشو بوسه بزنه و جای بوسه ها به شیطان مار سر در بیاره و این ماری که سر در میاره مغز جوانها رو. این عالی‌ترین تمثیل استبداد در همه دنیا معلوم. یعنی اگر ضحاک را خوب تعریف کنند و بپردازند، البته نباید از زبان فارسی به یک زبان دیگر ترجمه بشه، زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، بلکه اگر به یک زبان دیگه قرار ترجمه بشه اون زبان باید رسا باشه، یعنی اون بلاغت داشته باشه که همین منظور فارسی این اشعار رو برسون. اون وقت خواهیم دید که بهترین تمثل، بهترین تجسم، بهترین تصویر برای استبداد داستان ضحاک است که این رو شکل بهش داده فردوسی، ولی در جهان به صورت یک خصیصه مطرحه، خصیصه استبداد، خصلت دیکتاتوری، شخصی که میخواد جهان خالی کند، آدم خالی بکند، شخصی که میخواد نفس اژدهاگونه خودش رو ارضا بکنه، این شخص همه رو تهدید میکنه. اون جایی که نشسته است مغز آدم ها در خطره، موقعیت حیاتی انسان ها میلرزه. این شخص با خصلت در حقیقت سیطره طلبی، سلطنت طلبی خودش همه آدم ها رو میترسونه. یعنی هر چیزی در مقابلش قرار بگیره، مقابل او به حسابیات مغزش متلاشی میشه. این خصلت ضحاک
نماینده یک خصلت استبدادی است که به صورت یک تصویر داستانی در آمده است. انسان داستان رو وقتی میخونه میبینه هیتلر مثلا یک چنین کسی بوده، میبینه نیرون یک چنین شخصی بوده، میبینه دیکتاتورهای جهان هر کدام همین کار رو میکردن، ولی در ضحاک تجسم داستانی رو خودش گرفته است که ما را پوشش ماده بیرون یک چیز سمبولی شده است. این مارها سمبول تحقیق اندیشه ها. مغز چیه؟ بکنید مغز اونی که دیگه گوشتی که بخوره؟ نه، مغز اندیشه است. مارهای ضحاک اندیشه خارند، یعنی تفکر انسان ها تحقیق میشه. دماغ اندیشنده متفکر مورد روح قرار میگیره. هر جا اندیشه ای باشد اینها اون اندیشه را تحقیق میکنند. کسی نباید فکر کن. جواد نماینده جنبش است، تلاش است، نیرومندی و توانایی است. اندیشه توانا همیشه تحقیق میشه. حتی دیدید که اندیشه ها به محاکمه کشیده میشوند، فکرها تحقیق میشوند، بیانی که در حقیقت نماینده فکر است این بیان محدود میشه. بدانید تمام خصلت اژدهاپشی و خصلت ضحاکی است که شکل میگیره. لازم نیست که از شونه کسی مار بزنه بیرون. این یک خصلته، مغز میخوره. در جامعه که دیدید آدم ها از سخن گفتن میترسن، از ابراز عقیده میترسن، از ابراز تفکر خودشون میترسن، یقین داشته باشید خصلت ضحاکی در اونجا هست. در همه دنیا لازم نیست در یک محله مرزی باشه، در همه جهان اینجوری، همه جهان اینجوری. پس فردوسی سخن جهانی گفته است، توانسته نماینده یک ارتباط عمومی در جهان باشه، در بیان مشکلها، در بیان احساسها، در بیان تعاملهای بشری کلام توانسته نمایندگی از جهان داشته باشه. این مسئله مسئله بسیار با اهمیت نیستش شاهنامه فردوس. در همه مهمتر این است که در هر زمان، در هر زمان و در هر جا و مکان شما این کتاب رو باز بکنید میبینید کتابی است کنایات توش هست. درست ظاهر قضیه کاملا یه داستانی است که شخصی میخونه و یه مقدار لذت هم میبره از ظاهر داستان، از داستان لذت هم میبره، اما از کنایی بودن، از اینکه توی این ظاهر داستان چیزهایی هست، مثلا اینکه طهمورث با دیوها مبارزه کرد، دیوها را به بند کشید، بعد دیوها آمدند گفتند که ما را نکش، ما به تو یک شگرد و پن بیاموزیم. دیوها گفتند که ما به تو پن بیاموزیم، بعد طهمورث قبول کرد، دیوها به او پن آموختند. اون فنی که دیوان به طهمورث آموختن این بود که سخن رو بدون گفتن، سخن رو بدون گفتن انسان القا کنه، حرف بزنه بدون اینکه لبش بجنبه، زبانش کار کنه. کلام بدون زبان و بدون لفظ، یعنی بدون صوت، همون نوشتن. تو اون وقت مردم تصوری از نوشتن نداشتن. نوشتن به چه شکل میشه این مفهوم نداره. آمدن نوشتن را آموختن. اینجا همه فکر میکنن که دیو چیه که نوشتن میدونسته. طهمورثی که یک انسان است و از سر فهم و درایت دیوان را به بند میکشد، این رو نمیدونه، ولی دیوها کی هستن که نوشتن میدونستن تا به طهمورث خواستن نوشتن بیاموزن؟ هر کس میاندیشه، محل تفکره. بعد بعضی گفتن که دیو کنایه از جهل است،
وقتی میگه دیوها را بست و به بند کشید، یعنی جهل رو به بند کشید. آیا جهل میتونه قلم بیاموزه، نوشتن بیاموزه؟ اینا همه محل عبرت و تفکر است. انسان از محل جهل علم بیاموزه. که ما این کنایه رو بسیار دیدیم که انسان دانش را از محل بیدانشی بیاموزه، همونطور که ادب از بیادبان بیاموزه. آنجایی که نقطه جهل است، انسان به اونجا بپره، از تاریکی روشنایی بیاموزه، از زد زد بیاموزه، در عرصه ازداد به جنبه. ما میبینیم که دیوان که تاریکی بودند و سیاهی بودند و نماینده جهل بودند، نوشتن رو، نگاریدن را برای طهمورث آموختند. اینا همه محل تفکره، محل تأمله، از انسان فکر میبره. علیرغم اینکه شما یه داستان شیرین رو بخونی، میگید که چگونه جنگ در گرفت، چگونه دیوها مغلوب شدن، چگونه پادشاه ایرانی و دیوها پیروز شد، آنها را دست بست، چندین چند کنایه در اینجا مورد توجه قرار میدونی که این کنایه ها جهانی هم، این کنایه ها فرازمانی هم، یعنی هر زمان شما کتاب رو باز میکنید این کنایه ها وجود دارد. بعد نصاب ما در فرهنگ ایرانیمون، به خصوص فرهنگی که هزار سال پیش سابقه داشته، سخنانی رو تجربه میکنیم که مرز پیما، جهان پیما، زمان پیماست. این افتخار ایرانیست که علی‌رغم این جای بسیار تأسف است که ایرانیان این سهم بزرگ جهانی خودشون رو نمیشناسن و نمیدانن که بالندگی و رشد اونها، اعتبار جهانی اونها کجاست. چون هر کس امروز در صحنه جهانی شدن برای خودش جایی رو میجویه. هر ملت، هر ملتی میخواد بگید در جهان امروز که جهان بیمرز داره تصور میشه، جای ما کجاست. امریکا در قدرت، در زور، در قلدری، در اسلحه، در کشتار جمعی، در حقیقت جایگاه خودشو در جهان میجویه. هر کجا هر تفکری برمیخیزه، هر استقلال خواهی برمیخیزه، این با قدرت مخواد در قابلش بیست. ژاپن به تکنولوژی خودش مقرور است در جهانی شدن، که او چیزی دارد که در جهان نقش خودش رو میتونه ایفا بکنه و سهم خودش رو بگیره. نفت نمیتونه برای جهانی شدن چیز کافی باشه. نفت اصلا پدیده جهانی شدن نیست، روز در جهان میخرن میشه، ولی سهم انسانی ما نیست، سهم خلاقیت ما نیست، اینا زایده طبیعته. ما عنوان ایرانی باید ببینیم که حیثیت ایرانی ما در جهان چیست. سازنده‌ایم، خلاقیم، آفریننده‌ایم. اینجا ببینیم که ما سخنان سازنده جهانی که انسان‌ها در تعامل با هم دیگر توازن بخشد و در این حال رشد و کمال و بالندگی به انسان‌ها بیاموزد، ما دارای چنین فرهنگی هستیم. این فرهنگ را خارجی‌ها نمی‌تونن بکنن، پارسیه، یعنی به زبان پارسی رقم خورده. شما فردوسی رو به هر زبان دیگه ترجمه بکنید دیگه اون نخواهد بود، دیگه شاهنامه شکل نخواهد گرفت. حتما فارسی زبانان
ابتکار این رو بر عهده دارم، به شرط اینکه حتی شاهنامه رو بخونم، به شرط اینکه این متن رو هر کس بگشاید داستان او را همچنان بخواند و پیش برود و در بعضی نقطه هاش لختی تأمل کند و بیاندیش گلستان سعدی رو باز کنند و بخونند، بوستان سعدی رو باز کنند و بخونند و لذت ببرند برای خودش و تأمل کنند در بعضی اون جایی که ایستگاه های خوبی است برای فکر کردن. اون وقت بعد از مدتی خواهند دید که یک فیلمی که یا یک واقعیتی که یک مستندی که در تلویزیون از دنیا می‌بینند اینا چقدر حرف دارن اونجا، یعنی با اعتباری که از این آثار ایرانی خوندن حرف دارن برای یک فیلمی که از اون توی دنیا نشان داده میشه، یک مستندی که از اون توی دنیا نشان داده میشه، یک پدیده کاری اجتماعی که از اون توی دنیا مورد بررسی قرار میگیرن چقدر حرف دارن، اینا چقدر اینها راه گشایی دارن، اینها خیلی مسئله مهمی ما در آینده نقش خودمون رو باید بتونیم پیدا